اینجا دانشگاه من، اینجا دانشگاه منو هر جور بخوام غرور کنه که نیست دانشگاه میاد اینجا با هم دانشجو بشیم. آقای مهراتی حالا که اینطور شد هیچ مصاحبه ای انجام نمیشه. برو عزیزم قربونه چشمت نیست. برو داداش. بعد از عمری ما هم با دو سه نفر دست به یخه شدیم. کجا؟ دانشگاه تهران. آقا ما خود فروخته این عوضی هر چی شما میگی درست میگی. بابا شما با میگه مطمئن برد جنگی شده میگه هر چی درست میگی. مال هر کاری درسته مال هر اون میخوریم خائنی نامصب هر چی تو بکنیم موشه خواهیم یک موقع فکر نکنید موضوع گزارش ما سیاسی و جنجالی بوده ها. نه، موضوع گزارش تبادل فکر و اندیشه بین دانشجوها در دانشگاه هاست، به عبارتی راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی که هنوز یا کسی اطلاع نداره. بحثمون در مورد کرسی های آزاد اندیشی چنیدی این چیزی در این رابطه؟ نه متاسفانه. شما چی؟ نه چیزی زیادی نگفتن. نه اصلا نه اصلا نه شما چی؟ نه و یا اصلا قبول نداری کرسی آزاد اندیشی که شما میگی واقعا فایده‌ای داره؟ به نظر من فایده نداره. البته خیلی از این سوژه استقبال کردن. اگه آزاد اندیشی خب توی دانشگاه باشه خب قطعا برای پیشرفت هم جامعه هم برای خود دانشگاه خیلی موثر میتونه باشه. دعوای ما خوشبختانه به جاهای باری نکشید. همش با شلوغ بازی دوست دارن آدم جمع کنن. با پادرمیونی اونهایی که منطقی تر حرف می‌زدن گزارش اصلی ما شد. استارتش از الان بزنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجور که بنده گفتن بحث اینجا بحث کرسی‌های آزاداندیشیه. اونا هم حرفای تلویزیون رو می‌خواد بزنن دیگه. همون آدم تکراری نیست مگه؟ همون نیست اون برنامه. ما همون تکراریه. این داره حرف می‌زنه. خودش خواسته حرف بزنه. اینقدر حرف می‌زنن. اینقدر می‌زنن حتی یک کلمه‌ش هم نتونن پخش کنن. من فقط میخوام این بخش رو فقط سوال بپرسم. زمانی که به دانشگاه حمله میشه رئیس دانشگاه رو تهدید میکنن چه آزاداندیشی؟ من سوالم اینه که ایجاد اختشاش ایجاد نکنن. بابا ما برد بسیج و بچه های انجمن میکنن، خبرها اینا رو اونا میکنن. باید تحمل داشته باشیم چیزایی که اینا میرسن بخونیم. نباید مثلا سریع از کوره در بریم و نمیدونم نظرهای مخالف رو نتونیم تحمل کنیم. باید بشتنیم و خودمون تصمیم بگیریم. نظر من این که دانشگاه یه فضای مقدسه، یه فضای علمیه، باید این فضا حفظ بشه. نباید اینقدر مثلا الان دو ساعت بچه ها دارن صحبت میکنن، همش دارن همدیگر رو متهم میکنن. این چه ارزشی داره این اتهام و این اینو فلان کنیم؟ اولا که صدا و سیما من کار ندارم خوبه یا بده، ولی مسئول این دعوا صدا و سیما نیست. توی دانشگاه فقط باید بحث علمی بشه، نظرات موافق و مخالف داده بشه، بحث بکنن. بحث علمی منطقی هیچ اشکالی نداره. این میشه آزاداندیشی. اگه ظرفیتشو داشتیم انجام بدیم. بعد اعتماد سازی بشه. بعد از اعتماد سازی میشه این کرسی ها. بعد میشه این کرسی آزاداندیشی میتونه بهتر جواب بده. این مناظره نمیذاره بین نمایندهای مجلس چه اصلاح طلب و چه اصولگرا. یه دونه فیلمش چرا بحث میشه؟ نه قشنگ نمایندهات چرا بحث میشه؟ به نظر شما مناظره هایی که تو دانشگاه انجام میشه قابلیت پخش کردن داره واقعا؟ اگه دانشجوهای ما الان آمادگی آزاد اندیشی رو دارن، هو کردن چه معنی داره تو فضای اندیشه؟ از برنامه‌ای که شما برگزار میکنین نمیذارین خیلی ها صحبت کنن. اصلا هر دو طرف دارن یه دانشگاه مال ماست. چرا فقط خروجی داره؟ آقا فقط بیرون. ورودی نداریم داخل دانشگاه. کجاش آزاد اندیشیه؟ همین دانشگاه معرکه‌گیری برای معرکه‌گیری خوبه نه آزادی. مگه همین دانشجو نیستن هر روز میان؟ روز دیگه چرا حق ندارن بیان؟ برای چی در رو بسته؟ در دانشگاه رو میکشنه هر روز دیگه تجربه دیوار دانشگاه میکشن بالا. وایسا خب کی گفته که دانشجو بره بالا؟ آقا من اگه دانشگاه آره منه، من دلم میخواد هر جور آدم تو آزاداندیشم. من هر نظری میخوام داشته باشم. نه آزاد اندیشی که تو رفتار که شما نمیذارید دیوار بری بالا که بگی من آزاداندیشم از دیوار. چرا ادعا میکنی راه رفتن بلدی؟ وقتی تو درد میزنم ناراحت نشو، چون واقعا شما حرف ندارین. شما یه اسلحه دارین تو دستتون، یه باتوم دارین. من دیدم جوانشون اسلحه منو میگیری؟
اسلحه منو بگیرید. اسلحه منو بگیرید. میتونید بیاری. ایزو بدین این خانم چی میگه؟ میگه فقط یه لطفی کنین، هر گزارشی میگیرین راستش رو امشب پخش کنین. انصافا راستش رو پخش کنین و حرف دو طرفو پخش کنین، نه صرفا حرف این آقا رو. اگر واقعا همه بتونن آزادانه اندیشه‌هاشون رو بیان کنن فوق العاده عالیه. و اینکه بعد هم بعد از اون خود اون دانشجوها نسبت به هم دیگه دیده منفی پیدا نکنن. امام خمینی میفرماند که مبدا همه تحولات از دانشگاهه. شما برید نگاه بکنید اون قابل توجه آقایونی که ادعای ولایت مداری دارن که من خودم یکیشون هستم، با برید نگاه بکنید دیگه تمام صحبتایی که تمام نشستایی که مقام معظم رهبری با دانشجوها دارن، هیچ سخنرانی، هیچ جلسه نیست مگر اینکه آقا اکیدن تاکید داره بر اینکه کرسی های آزاداندیشی توی دانشگاه ها توی دانشگاه ها برگزار بشه. خب این وسط اون آقایونی که مسئول دانشگاه مجوز صادر میکنن چرا اجازه نمیدن که این کرسی های آزاداندیشی به راحتی برگزار بشه؟ از چی میترسن؟ این خیلی دردناکه، این باید برطرف بشه. آخه مگه هممون چیزی به جز اسلام میخوایم؟ چرا به خاطر سیاست انقدر همه باید به جون هم بیافتن؟ فقط به اینجا برسه که یه کسایی دارن یه کسای دیگر رو جری میکنن که این باعث شده. یک آیه من از قرآن کریم رو بخونم. الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك هم المهتدون. من کاری ندارم حالا اینکه بنده اهل تسنن هستم یا شما اهل تشیع هستین، اصلا به کنار. اگر واقعا ما مسلمان هستیم این کرسی آزاداندیشی رو باید اول برگردونیم به قرآن.